تبوتا به انتخابات تو ایران برای خیلی ها بیشتر از اینکه نتیجهش مهم باشه، درصد مشارکتش مهم بود. مردم ناراضی که برای نشون دادن اعتراضات خودشون صندوق رأی رو تحریم کردند و با هشتگ رأی بی رأی خیلی ها رو تشویق کردند که پای صندوق رأی نرن. شاید تاکید حکومت و حاکمیت برای رأی دادن و شعارهایی که تو ظاهر برای تشویق مردم بود هم بیشتر اونا رو تحریک میکرد که پافشاری کنن برای رأی ندادن. پیام رهبری که میگفت هر رأی و هر کاندیدا یه رأی به جمهوری اسلامیه، وقتی روی همه گوشی ها پیامک شد، برای خیلی ها اتفاقا اثر معکوس داشت و براشون محرز میکرد که با رفتنشون پای صندوق رأی دارن به جمهوری اسلامی آری میگن. به اصطلاح این نماینده یا اون نماینده اصلا مهم نیست. فیلمایی که از درگیری‌های پای شعبه‌های اخذ رأی تو کشورهای مختلف دنیا تو رسانه‌ها پخش شده، همه نشون میده که بین ایرانی‌ها الان یه جدایی سختی هست بین رأی دادن و رأی ندادن. اونایی که هنوز فکر می‌کنن و امیدی دارن که شاید رأی دادن اونا تأثیری هر چند کم توی سرنوشتشون داشته باشه، و اونایی که هر رأی رو انگشت زدن تو خون جوانایی می‌دونن که توی این سالها برای دفاع از آزادی کشته شدن. این وسط اما یه توییت از کسی که نماینده هنرمندا تو اعتراضات سال 401 بود و انقلابی ترین شعر این سالها رو خوند منتشر شده که خیلی توی توییتر جنجالی شده. شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی به خاطر رسوندن صدای اعتراضات ایران به سراسر جهان شد و حالا توی توییتی گفته مشارکت زیر 50% اون هم تو انتخاباتی که نماینده اصلاح طلب داشته باشه، یعنی قبل از همه چیز باید صدای جماعتی که پای صندوق نرفته رو بشنویم. حالا جدا از اینکه این توییت واقعا با هدف خاصی منتشر شده یا از روی سادگی به یه اشتباه بوده، عکس العمل مخاطبان شروین خیلی شنیدنی شده و نشون میده که برای ایرانی‌ها یا حداقل اکثریت ایرانی‌ها اثبات این که تا پای صندوق نرفتیم و آمار حکومتی بیشتر از یه دروغ خنده‌آور نیست مهمترین چیزه. انگار تنها سلاح مردم رأی ندادنی بوده که حالا این جماعت با آمار و ارقام‌های عجیب دارن به سخره میگیرن. بلافاصله یه نفر در جواب شروین گفته شروین جان، حتی 40% هم دروغه، شاید به زور به 20% رسیده باشن، همه چی رو دو برابر اعلام میکنن. و شروین که انتظار موج فوش‌های ناموسی بعدی رو ظاهراً نداشته، خیلی ریلکس جواب میده اصلاً 1% یا 49.9، زیر 50 یعنی زیر 50. اما ظاهراً زیر 50 برای مخاطباش این معنی رو نداره و به شدت این عدد روی اعصابشون رفته. یه کاربر دیگه براش نوشته چقدر جالبه که امثال شما انقدر روی 50% تاکید دارن، در حالی که شواهد یه فاجعه بزرگ رو برای حکومت نشون میده. این کاربر توییت دیگه ای از مهدی گلرو رو نشون داده که نوشته تا این ساعت پیروز انتخابات 403 مردم ایران هستند. مشارکت زیر 50% زیر سایه حکومت دیکتاتوری بزرگترین مبارزه خشونت پرهیز مردمه. ولی با وجود ظاهر توییت شروین و مهدی گلرو که ظاهرن در حمایت از مردم هست، اما مردم بیشتر به وجه پشت پردش دقت کردن که ظاهراً هدف بیشتر از حمایت از رأی نداده ها نمایش غلط انداز آمار هاست که میخواد بگه تقریباً 50% مردم رأی ندادن، موضوعی که باعث خشم هزاران کاربر شده و موج فوش های رکیک رو روانه صفحه توییتر این خواننده جوان کرد. خواننده‌ای که روزی صدای انقلاب مردم ایران بود، ولی خشم و بی‌اعتمادی مردم تا جایی رسیده که دیگه مهم نیست تو حتی تو یکی دو سال اخیر چه پرونده ای داشتی. همین که الان کوچکترین نشونه ای از بودن با حکومت ازت ببینن، موج فوق زبانت میشه. چند تا از این توییت ها رو با هم میخونیم، البته اونایی که خیلی خیلی محترمانه فوش دادن. بعضیاش اینقدر تنده که نمیشه خوندش، ولی صدای یه خشم فرو خورده است و نشونه یه بی‌اعتمادی. یه نفر نوشته 1% و 50% فرق نمیکنه، همونطور که 206 با لند کروز فرقی نمیکنه. یکی دیگه گفته 50%، گفت نخور مشارکت زیر 8% بوده. یکی نوشته بابا شما چرا این بابا را آنفالو بلاک نمیکنید؟ هنوز متوجه نیستید پشت اکانت دیگه اطلاعاتی ها نشستن، تعهد داده دارن از فالوهاش استفاده میکنن، نمیاد جلو مستقیم طرفدار یه رژیمو بکنه که بلاکش کنن، میاد جفنگ 50% رو تو ذهن 400,000 نفر فالوش جا میندازه. یکی دیگه بهش گفته آقا شروین این نونا خوردن نداره، تجربه نشون داده این محبوبیت همیشه نمیمونه، اعتبارت خرج مردم کن نه زهاک.
بازم توییت زدن این آمارا رو از کجا میاری؟ حیف حمایت هایی که ازت کردیم، 2000 بی لیاقت. یا گفتن مشارکت زیر 10% بود. اصلا تابلو نیست که پروژه شروین، راستی خودت به کی رأی دادی؟ یا موج نفرت هایی که علاوه بر فوش های خار و مادر روانه این خواننده جوان شد. شروین نوکر جمهوری اسلامی خفه، از روز اول که آهنگت بولد شد حالم ازت به هم خورد، چون محال در حکومت کمونیستی جمهوری اسلامی راحت کسی بولد بشه مگه اینکه وصل به رژیم باشه. همیشه هم منشن های زن زندگی آزادی رو جواب، زن زندگی آزادی ها همشون زیر آخوندن این خودت. اگه کلن چیزی نمیگفتی میگفتیم درکت میکنم، ولی وقتی زر میزنی اونم از 50% اصلا راه نداره نهرینم به. کاربر دیگهی با پین کردن تصویر اعترافات اکبر گنجی برای دروغهایی که به شاه بسته بود نوشته یادت نره که آگاهانه در راه پیش روی قدم گذاشتی. یک روز بعد شروین با موج فوش هایی که به صفحه توییترش سرازیر شده توییت دیگهی برای آروم کردن هوادارش گذاشت که توش نوشت موضع من مشخص، خط و مشی سیاسی ندارم، طرفدار جناح و جبهه‌ای نیستم، من از حقوق پامال شده میگم، از بدبی ترین حقوق پامال شده چه در ایران و چه در هر جای دیگه از این دنیا. لازمه کنش درست تاثیرگذاری درسته، نه فحش خار مادر. جدا از اینکه جمله لازمه تاثیرگذاری درست کنش درست هست رو جابجا نوشته بود، ولی باز همین توییت نتونست مخاطبانش رو آروم کنه یا حداقل از فحش‌های به قول خودش خار مادر اونا کمی کم بکنه. یه نفر نوشته بود اگه پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو تکرار نکنی کسی بهت فوش نمیده. یکی دیگه گفته بود لازمه کنش درست گاهی خفه شدنه. مجبورت کرده بودن بیای بنویسی 50% پفیوز دوزاری؟ همون موقع تو بحبوحه انقلاب ملی که مردم ایران کف خیابون‌ها تشنه یه ترانه کوبنده حماسی و آتشین بود، توسط ریز و درشت ترانه‌های اهریمنی پروموت شدید، در جا فهمیدم قضیه چیه. ولی صدامون به جایی نمی‌رسید، چون مثل تو یه مافیا پشتمون نبود. دیگه گوخوری رو بیشتر از این ادامه نده که ذره‌ای بتونی فردا سرت رو بالا نگه داری. هر چند تعداد کمی از توییت‌ها هم در حمایت از شروین یا در اعتراض به موج بی‌رحمی فوش‌ها و بد و بیراهایی بود که نثار اون شده بود، ولی اغلب حتی تحمل بی‌طرفی اون رو هم ندارن و ظاهراً توییت دومش بیشتر مردم رو عصبانی کرد. همونطور که آیت کاربر نوشته حاجی مردم دیگه تحمل یه بومد و هوابازی های شما رو ندارن، یا اینور یا اونور، وسط بازی یعنی حرومزادگی. جدا از این که حتی خیلی از این توییت ها رو نمیشه خوند، ولی جای تحمل داره مردمی که روزی خمینی رو توی ماه میدیدن و اینقدر با سادگی و حتی ساده لوحی هر چیزی از طرف جمهوری اسلامی رو وحی الهی میدونستن، الان به حدی از بی‌اعتمادی رسیدن که حتی کسی مثل شروین رو به راحتی سوار موج فحش رکیک میکنن. این یه محک بزرگه که چه عمل کردی میتونه چنین اعتماد وسیعی رو به این موج از خشم و بی‌اعتمادی تبدیل کنه؟ آیا واقعا پشت صفحه توییتر شروین دست دیگه‌ای داره تایپ میکنه؟ اصلا این بی‌اعتمادی و نفرت تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟ و آیا انتخابات ایرانیان در نهایت با درصد رو به افزایش رأی ندهندگان در برابر رای دهندگان به چه سمت و سوی پیش میره؟ اصلا مشارکت این دوره چقدر بوده؟ با آمارهای عمدتاً دروغی که منتشر میشه تا کی میشه مردم رو سرگرم کرد؟ به هر حال ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بود. حتما نظراتتون رو درباره شروین و عکس العمل جدیدش در توییتر برای ما بنویسید. ممنونم.